هفدهم شهریور ماه 1396 خورشیدی و هشتم سپتامبر 2017 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به وزیر دادگستری دولت دوازدهم آقای علیرضا آوایی. پرده آخرم آخر برنامه. قبل از تقدیمی موظفم خدمتتون عرض کنم که به روال معمول برنامه‌های صدای آمریکا نظر مهمان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. اما تقدیمی این هفته به رهبر نظام جمهوری اسلامی. من میخواستم که شما لطف کنید اینو حتما تو برنامه‌تون بذارید. این قاچاقایی که شما گفتین این هیچی نیست در برابر اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران فرش در فرش مواد مخدر مخفی میکنن یا در جعبه های کشمش، بادام، پسته، تریاک وارد کولومبیا بوگوتا میشه، در کولومبیا از طریق پاناما میاد و از طریق اینجا کوکائین به ایران برده میشه در جعبه های آناناس و موز. جعبه های آناناس معمولا بیشتر از 14 تا 12 کیلو نمیتونه باشه، ولی جعبه ها رو طوری درست میکنن میشه 17 تا 18 کیلو، در حالی که بیش از 12 تا 14 کیلو آناناس روش نیست. اینها قاچاق میلیاردی هستن. آقای فلاحتی عزیز، شما در برنامه‌تون صحبت میکردین این همه اینا هم اکثرا مثل ولیخا دیپلماتیک ولیخا میره و میاد و هیچ کس هم جلوش نمیگیره. این آقایان رو که از بنیاد مستضعفین و سپاه ماه به ماه پرواز دارن به کولومبیا، چیکار دارن در کولومبیا؟ اینجا که سوریه نیستش که. امسال برای اولین بار سازمان ملل متحد در پیوند با قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 حکومت ایران رو مستقیما به پرسش گرفت. یه فصل مستقل از گزارش اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، به اعدام‌های سال 67 اختصاص دارد. در گزارش آمده خانواده‌های قربانیان باید از حق دانستن حقیقت درباره این واقعه و سرنوشت عزیزانشان بدون ترس از تلافی‌جویی حکومتی برخوردار شوند. آنان حق برخورداری از اقدامات ترمیمی از جمله انجام یک تحقیق مؤثر درباره حقایق و افشای عمومی آنها و همچنین حق جبران خسارت را دارند. در اردیبهشت و خرداد ماه امسال بلدوزرهایی دیده شده اند که در حال انجام یک پروژه ساخت و ساز در نزدیکی گورهای جمعی اهواز بوده اند که در یک زمین بیابانی نزدیک گورستان بهشت آباد این شهر واقع است. در این گورها پیکر حداقل 44 نفر از زندانیانی که در تابستان 67 کشته شده اند قرار دارد. بذارین قبل از اینکه به علیرضا آوایی که به عنوان دادستان در قتل عام زندانیان سیاسی دزفول و اهواز مسئولیت دارد، یه نکته رو بگم درباره این که آوایی، پور محمدی، رئیسی، اینا تنها کسایی نیستن که تو قتل عام چند هزار زندانی سیاسی در سال 67 دست داشتن در عرض دو ماه. یه عده‌ای که تعدادشون کم هم نیست از نماینده های مجلس، وزرا، معاوناشون، مدیرای حکومتی و دولتی، اینام تو اعدام ها و شکنجه ها و زندان ها وحشیگری هایی کردن که فقط خودشون و کسایی که اون موقع دوربرشون بودن میدونن. من نمیدونم اینا جواب مردم رو چی میخوان بدن و اگه به خدا اعتقادی دارن جواب خداشون رو چی میخوان بدن. با یکی از فرمانده های سپاه زمان جنگ صحبت میکردم، آدم بسیار شریف و موثقی است، میگفت شک نکن که نسلای جوون ایران امروز، حتی جوونای سپاهی و اطلاعاتی، اینا نمیدونن جزئیات سابقه این آدم ها چیه. چون همینجوری میگن مثلا فرمانده لشکر فلان، فرمانده گردان فلان در مثلا دفاع مقدس، اینجوری ها مثلا قاضی فلان در فلان جا مثلا. ببینیم، بذاریم برای نمونه یکی دو تاشون رو من بگم خدمتتون که روشن میشه منظورم چیه. این یکی دو تایی که میگم مربوط میشود به موضوع امشب صفحه آخر، یعنی اطرافیان علیرضا آوایی در زندان یونسکو دزفول.
عبدالرضا سالمی نژاد برای مثال معروف است به نویسنده ولایی و صاحب انتشارات نیلوفران. ایشون یکی از پاسدارا و شکنجهگرای زندان یونسکو در دزفول بود در سال 67. چند تا آدم میدونن که این همون سالمی نژاد وحشی زندان یونسکو دزفول دهه 60 که حالا داره انتشارات نیلوفران رو اداره میکنه. یا این یکی عبدالعظیم توسلی که خرداد 93 طیب نیای وزیر اقتصاد روحانی منصوبش کرد به عضویت هیئت عالی نظارت بر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی. همزمان یعنی همون خرداد 93، سوم خرداد 93، عبدالعظیم توسلی شد مدیر کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه. این رئیس کارگزینی کارکنان اداری قوه قضاییه که همچنان در این سمت هم هست. کی میدونه که این آدم بازپرس دادگاه های یه دقیقه‌ای اعدام در تابستان 67 دزفول بوده؟ چه کردن این آدم ها که اغلب سعی میکنن پنهان کنن؟ در جلسات هیئت مرگ در زندان یونسکو، بذاریم من اول بگم که اصلا چرا این اسم این زندان یونسکو بود. یونسکو مرکز آموزشی و فرهنگی ملل متحد مرکزی رو درست کرده بود در دزفول قبل از انقلاب که اسمش شد ساختمان یونسکو برای مبارزه با بیسوادی و حمایت از کودکان، از وظایف یونسکو، که همون قبل از انقلاب این ساختمان تبدیل شد به باشگاه فرهنگیان. بعد از انقلاب هم شد زندان، مثل خیلی از ساختمان‌های اداری عمومی قبل از انقلاب که شد زندان. این زندان یونسکو سال 90 یا 91 بود فکر میکنم که البته منتقل شد به جای دیگه، یعنی مثلا تعطیل شد دادنش، نمیدونم، به یک نهاد دیگه و تعطیل شد و رفتن یه زندان بزرگتر در جای دیگه درست کردن. این زندان یونسکو در مرکز شهر دزفول. باری تو جلسات هیئت مرگ در زندان یونسکو آخوندی که به عنوان حاکم شرع میشست کنار علیرضا آوایی دادستان، ایشون هست حجت الاسلام ممدحسین احمدی که مثل آیت الله شاهرودی رئیس مجلس خبرگان عراقیه، بهش یه شاهرودی چسبوندن که همه فکر کنن ایرونی، شده احمدی شاهرودی، حجت الاسلام احمدی شاهرودی. اصلا شاید تو عمر شاهرود رو ندیده باشه. ببینین همین آدم که تازه یه جورایی تا حدی نمیخواسته که وحشیگری در اون ابعاد ادامه پیدا کنه که آقای منتظری ازش یاد میکنه، ببینید چقدر از حقوق و علم قضا اطلاع داشته این آقای حاکم شهر. خودش میگه توی مصاحبه‌ای که اخیراً کرده، بعد از 3 خرداد 60 تعداد دستگیری ها بالا بود، این صحبت های ایشونه ها، و جناب عراکی از ما درخواست کرد، عراکی حاکم شهر خوزستان سالهای 59 تا 64 استان خوزستان، از ما آقای عراکی درخواست کرد که به دلیل تعداد بالای زندانیان، تعداد بالای دستگیری ها به او در رسیدگی به پرونده ها کمک کنیم. ما هم به شکل غیر رسمی به کمک او شتافتیم و پرونده ها را بررسی میکردیم و بازجویی انجام میدادیم، اما حکم نمیدادیم. آیت الله مؤمن که عضو شورای قضایی بود و تقریبا اداره دادگاه انقلاب با او بود، به ما گفت نمیشود به این شکل کار ادامه پیدا کند و شما باید دوره های کارآموزی را طی کنید و ابلاغ قضایی به شکل رسمی برای شما صادر شود و خودتان حق صادر کردن حکم را داشته باشید. این شد که ما وارد کارآموزی قضایی شدیم و در دوره یک ماهه که در زندان اوین برای ما برگزار شد شرکت کردیم. در آن زمان حالا استاداش کیا بودن؟ در آن زمان آقای لاجوردی دادستان بودند و آقای فلاحیان نیز معاون او بود. پس از یک ماه کارآموزی ابلاغیه قضایی رسمی برای ما صادر شد. چند ماه دوره لاجوردی تو اوین بازجو بوده طبق گفته خودش، حکم صادر نمی کرد و حکم گیلانی اینا صادر می کردن. بعدم یه ماه تو همون دوره زیر دست همون جانیا مثلا کارآموزی می بینه، میشه حاکم شهر و قاضی تو شهرهای مختلف خوزستان و سال 67 هم حاکم شهر دزفول. بریم سراغ آقای علیرضا آوایی. 29 مرداد ایشون رأی اعتماد مجلس رو گرفت و شد وزیر دادگستری دولت 12.
لازم می دانم مراتب قدردانی خود را از اعتماد حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه و حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ابراز نموده و از اینکه این جانب را شایسته خدمت در وزارت دادگستری دانستند تشکر نمایم. آوای خودش تو همین نطقش تو مجلس تیتروار و اشارهوار سابقهش رو مطرح میکنه که کجا کار کرد. از نخستین روزهای انقلاب اسلامی تا کنون چه در کسوت دادستان و رئیس کل دادگستری در شش استان و قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات و متعاقب آن در جایگاه رئیس سازمان ثبت احوال کشور و همینطور در مسئولیت رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور که مورد اعتماد علی الدوام مسئولین ارشد نظام و خدمت در خدمتگزاری به مردم عالی مقدار قرار گرفتم. ما به همون قسمت مسئولیت دادستانیش در اهواز و البته در دزفول کار داریم در سال 67 عرض کردم وحشیگری اینقدر زیاد بوده که احمدی حاکم شهر که زیر دست لاجوردی آموزش دیده بود نامه می نویسه به خمینی که تو نامش نوشته معروض می دارد که آیت الله العظما امام خمینی دامت برکاته تاریخ 23/5/67 معروض می دارد که بر سر نفاق بودن یا پافشاری بر موضع منافقین تفسیرها و تحلیلهای گوناگونی می شود. من فکر می کنم که عکس نامه احمدی به خمینی رو داشته باشیم. معروض می دارد که بر سر نفاق بودن یا پافشاری بر موضع منافقین تفسیرها و تحلیلهای گوناگونی می شود و نظرها و سلیقه ها بین افراط و تفریط قرار دارد. من باب مثال در دزفول تعدادی از زندانیان به نام‌های طاهر رنجبر، مصطفی بهزادی، احمد آسخ و محمد رضا آشوق با اینکه منافقین را محکوم می‌کردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری در رادیو تلویزیون و ویدیو و یا اعلام موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده اطلاعات از آنها سوال کرد شما که جمهوری اسلامی را بر حق و منافقین را بر باطل می‌دانید، حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و غیره شرکت کنید؟ بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند. نماینده اطلاعات گفت اینها سر موضع هستند چون حاضر نیستند که در راه نظام حق بجنگند. به ایشان گفتم پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به جبهه بروند منافقند. جواب داد حساب اینها با مردم عادی فرق میکند و در هر صورت با رأی اکثریت نامبردگان محکوم شدند. فقط فرد اخیر یعنی محمد رضا آشوق در مسیر اجرای حکم فرار کرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاک و معیاری برای این امر مشخص فرمایید تا مسئولین دچار اشتباه نشوند. بله، مهمان امشب صفحه آخر همین آقای محمد رضا آشوقند که فرار کردند طبق نامه حاکم شرع دزفول به آیت الله خمینی در 23/5/67. آقای آشوق خوش آمدید به امشب صفحه آخر. خواهش می‌کنم. با سلام به شما و بینندگان محترمتون، من امشب در خدمتون هستم، اگه سوالی دارید بفرمایید. درود بر شما آقای آشوب. چرا شما اول بفرمایید چرا زندان بودین؟ از کی زندان بودین؟ به چه جرمی؟ من کلن دو بار زندان بودم، یکی در سال 60 تا 62 و یکی هم در سال 65 تا 67. و جرم سال 60 ما داشتن کتاب، مطالعه کتاب، شرکت در میتینگ های خیابانی سازمان مجاهدین و سازمان چریک های فدای خلق و درگیری با ماموران در حین دستگیر. این مربوط به سال 60 بود که کتاب ها من عنوان کتاب زاله بودن که شامل کتاب های مجاهدین و چریک های فدایی مارکسیستی بود و کتاب های اسلامی بودن. بعد سال 65 به جرم ارتباط گرفتن یکی از رابط های مجاهدین با من برای اعزام به عراق و جنگیدن با خمینی برای پایان دادن به جنگ خانمانسوز و ایران برباده،
و توقف جنگ که من اعلام کردم من به عراق نمیام و چندین بار در زمین ورزشی بودیم که چند نفر دیگه هم بودن که خودشون حاضر شده بودن که برن. منتها این موضوع تمام شد که این فرد رابط در سیستان بلوچستان دستگیر شد که بعد برای منم تقریباً 11 ماه طول کشید که محاکمه کردن و 10 سال زندانی دادن. البته بعد از 6 بار شلاق‌های اعترافی و شکنجه‌های زیاد که 10 سال به من زندان دادن در سال 65، که بعد در سال 67 دوباره بدون اینکه جرمی کرده باشیم و اتفاق خاصی افتاده باشه در زندان، بدون اینکه حکم اعدام داشته باشیم یا بدون اینکه حکم اعدام برای ما صادر کرده. آیا آشوق در دوره اون دوباره که شما بازداشت شدین، دستگیر شدین، زندان افتادین، در این دوره دو تا سوال مشخص و مشخص جواب بدین: یک، آیا عضو سازمانی بودین، مجاهدین یا چریکا یا هر کدوم؟ و دو، اینکه آیا اونجا گفتین دفعه اول در درگیری خیابونی موقع بازداشت و دستگیری شما رو گرفتن، آیا هیچ وقت مسلح بودین و برخورد مسلحانه داشتین؟ اون درگیری که میگین درگیری مسلحانه بود چی بوده؟ نه، من اصلا کارمند به اصطلاح مهندسی بهداشت کار میکردم، بازرس مواد غذایی بودم. بعد وقتی اومدم خونه، اینا بدون کارت شناسایی اومده بودن در منزل، بدون مجوز دادستانی اومده بودن منزل تفتیش کنن، که من گفتم که باید کاغذ دادستانی داشته باشید. بعد اینا شروع کردن به تیراندازی هوایی و به زور میخواستن بیان داخل خونه، که منم نذاشتیم و همه مردم ریختن اونجا، که اینا خیلی شلوغ شد. بعد رفتن کاغذی آوردن و خونه نگشتن. اون جرم به اصطلاح مقاومت در مقابل ماموران بود، که بعد ریختن چند تا گونی هم آوردن، کتابا، هر چی کتابا داشتیم از قبل انقلاب و تو دوران انقلاب و بعد انقلاب، همون ریختن تو گونی و بعد بردن دادستانی. و من عضو مجاهدین عضو نبودم، ولی چون ورزش میکردم، فوتبالیست شناخته شده‌ای بودم. بعد این دوستای ما، من خیلی دوست داشتم، از مجاهدین بودن، از فدایان بودن و اصلا دوستشو داشتیم. اینا همه کسایی بودن که در زندانهای شاه بودن و بعد آزاد شده بودن. ما خیلی با علاقه میخواستیم، یه سن ما هم کم بود، میخواستیم که اطلاعاتی کسب کنیم در میتینگ‌های خیابانی که عمومی هم بود و در میتینگ‌های مختلفی شرکت میکردیم و نگاه میکردیم، گوش میدادیم. در دانشگاه اصلا بود، اصلا در دانشگاه اصلا میتینگ‌های روزانه بود. و بله، ولی بسیار خوب، نه پاسخ روشنه. تشکیلات مجاهدین نبودم. ببینید، این عکسایی که الان نشون دادیم، که اگه دوستان یه بار دیگه نشون بدن خیلی خیلی ممنون میشم. این عکس ها مال دوره‌ای است که آقای آشوق در تیم فوتبال بودن. حالا چون توضیح میدن ایشون در تیم فوتبال بودن. این ببینین، اون فردی که وسط نشسته، دستش آویزونه در واقع روی زانوش، زانوی یک، یه زانو پایین یه زانو بالا، درست وسط نشسته ایشون علیرضا آشوق و عکس محمد رضا آشوق، معذرت میخوام. و عکس دیگر هم عکسی است که حالا اون فردی که دو تا دستش به کمرشه و سمت چپ ایستاده، ایشون هم آقای محمد رضا آشوقن. آقای آشوق، توی فوتبال چیکاره بودین که میگین که ورزشکار شناخته شده بودین؟ من خب درس هم که میخوندیم ورزش هم میکردیم. در مسابقات آموزشگاهی انتخاب شده بودیم، در مسابقات جوانان خوزستان انتخاب شده بودم، در مسابقات باشگاهی بازی میکردم و گاهی اوقات در بعضی تیم‌ها کاپیتان بودم و بعضی موقع هم جز تیم‌ها بودم که انتخاب شدم برای تیم سازمان آب و برق خوزستان. اون موقع مربیشون رایکوف بود و آقای خزایی سرپرست تیم سازمان آب و برق بود که در لیگ سراسری ایران بازی میکرد. که ما اون موقع درس که میخوندیم، بعد مشکلات چیزی هم داشتیم، نتونستیم به قول معروف تور شرایط وارد به اصطلاح ادامه بدیم به چیز، ولی در مسابقات استانی و شهرستانی شرکت میکردیم. مرتبا در تیم باشگاه راهن بازی میکردم، در تیم استقلال بازی میکردم که به اصطلاح خیلی هم مردم میشناختن. آقای آشوق، سال 65 که شما بازداشت شدین و 10 سال بهتون زندان دادن،
فقط اتهامی که به شما، یعنی جرمی که به اصطلاح مطرح کردن، این بود که یک نفر رو که رابط شما و مجاهدین بود، البته رابط به مفهوم چی؟ به مفهوم اینکه چه کاری میکرد با شما این رابط، چه مسئولیتی شما داشتین در ارتباط با اون رابط، رابط شما بود، او بازداشت شده بود، او دستگیر شده بود و بعد او فقط، یعنی میخوام روشن ببینم که آیا فقط حرف او، اعتراف زیر شکنجه او که شما رو باهاتون تماس داشت باعث شده بود که شما رو بگیرن و بعد بهتون 10 سال زندان بدن، با وجود اینکه شما گفته بودین که من عراق نمیرم؟ بله، به این صورت بود که این رابط سازمان وقتی به من مراجعه کرد، من اون موقع چند نفرم بودن که خواستن برن عراق، بردم به عنوان شاهد باشه صحبت کردن که من نمیرم عراق، من اصلا چون بمباران شده بود خانه، خب منزل خواهرم، منزل خالم همه بمباران شده، چند تا کشته هم داده بودیم در جنگ، من بهش گفتم من عراق نمیرم و اصلا مخالف صدام و مخالف عراق هستم. اینا اومدن در دادگاه هم شهادی هم دادن، ولی اونا گفتن ما اینو قبول نداریم، شما سال دوبار دستگیر هستید و اون موقع دستور دادن از تهران که دوبار دستگیر ترحم نداره و بعد که من صحبت میکرد که این رابط که نه، گفتن با توقف جنگ ما باید با بجنگیم، چون جنگ خانمانسوزه، جنگ ایران برباده است، جنگ بیمعنی هست، باید بریم عراق با خمینی بجنگیم، که ما این مسئله رو قبول نداشتم و گفتم من عراق نمیام اصلا. بله، که ایشون لو رفته بود در سیستان بلوچستان و اسم ما هم گفته بود، که اونا میگفتن تو چرا لو چرا این شخص به ما معرفی نکردی؟ و من اصلا چون بچه بود نمیشناختمش دیگه، به همین جرم که معرفی نکرده بودم و دوبار دستگیر بودم و زندان تعلیقی داشتم، 10 سال تعلیقی داشتم، به من 10 سال دادن، البته بعد از شکنجه های خیلی زیاد. خب ببینین آیا آشوب، بفرمایید که چقدر با علیرضا آبایی روبرو شدین در زندان یونسکو در دسفول، چه می کردیشون در زندان یونسکو و در کشتار 67، چه شناختی ازش دارین؟ خواهش میکنم. بله، من علیرضا آبایی رو از سال 59 که پسر خالم رو توی دادگستری کار میکرد به عنوان کارمند، سال 55 از قبل از انقلاب کار میکرد اونجا، اینه میشناخت. بعد سال 59 که این مسئولیت دفتر رو، از 57 مسئولیت دفتر رو میگیره و اینا، بعد سال همون سال 58 از طرف آیت الله قاضی دسفولی براش، امام جمعه دسفولی، یه کاغذی میگیرن به عنوان سرپرست دادگستری و مسئولیت دادگان رو بهش میدن، که سال 58 هم براش مدرکی درست میکنن از مدرسه علمی قم، از قضایی قم، و بعد اینشون دیگه سال 60 یه حکم دادستانی براش رو زدن و مدرکی هم براش رو درست کردن، که من سال 60 که دستگیر شدم در اونجا برخوردهای من با آقای آوایی بیشتر شد، میدیدم ایشون رو در قسمت محوطه زندان قدم میزد با یکی از سربازجوها به اسم خلف رضایی، و ایشون در اون زمان در سال 60 تا 63 جنایات بسیار خشنی رو بر ما اعمال کرد که ما شاهد این جنایات بودیم در زندان. یعنی چه کشتار... مشخصا چه میکرد 60 تا 63 در زندان کجا؟ دسفول. وقتی که من وارد دسفول، وارد زندان شدم، تقریبا یک ماه در بند عمومی بودم و اونجا دیدم که تمام این عرب هایی که از شوش میگرفتن پشت دیوار بند همه زندانیان بودن، 2300 نفر در این زندان بودن که زندان نبود، همون پشت دیوار اعدام میکردن یه تعدادی رو. بعد از یک ماه ما رو بردن به سلول، که این عرب ها پسر شیخ خلف بود، دبات بود، شیخ دبات بود و تعداد دیگه، همه رو اعدام کردن، مالشوش، هرچی هم قسم میخوردن که ما کاری نکردیم، ما اصلا اشاعر هستیم و اصلا اسلحه های شکاری داشتن، منتها خب همه رو اعدام کردن. بعد همون زمانم هم چون هر تو بند بودم، فهمیدم که یه زن بهایی به نام خانم ایران، اسمش هم چیز بود، اینو به اسم ایران رحیم پور، این 44 ساله بود، از تو دفتر هویدا کار کرده بود، اومده بود دسفول یا اندیمش، بعد این
این گرفته بودن برده بودنش تو باغ سعادتی. تقریبا تاریخ 23 اردیبهشت 60 بود که اعدامش کرد به جرم بهایی بودن. بعد دوباره هیچی، من عمر همون تو همون شلوغی که دیدم بعضی افراد میافتادن رو زمین قش میکردن. بعد پرسیدم از یکیشون آقای محمد رحیمخانی، برادر شهید مبارز محمود رحیمخانی، گفتم چته؟ گفت که ما شبا دیروز ما رو بردن چیز اعدام مصنوعی کردن، بعد این قش میکرد میافتاد زمین، اصلا خیلی به حالت ناجوری. چند تای دیگه رو هم همینجور دیدم، ولی خب چون اعتراض کردم، بعد بچه ها گفتن الان کفشیری میزنه و اینا. بعد گفتم زیاد مهم نیست، ولی بذار بشو بگم که بعد با اعتراضاتی که کردم منم بردن سلول، از توی بند بردنم سلول همون ماه اول. دیگه وارد سلول که شدم دیگه تمام مدت زندان، چه سال 60 تا 62 و چه سال 65 تا 67، همش در زندان در سلول بودم، سلول انفرادی بودم. که توی سلول انفرادی اونجا وقتی که آدمان اعدام میکردن شاهد بودم که ببینین قبل از سلول انفرادی این اشاره هایی که کردین به این جنایت هایی که میشد، و جنایت به این دلیل عرض میکنم که هیچ وکیلی وجود نداشت، هیچ دادگاهی وجود نداشت و هیچ امکان دفاعی وجود نداشت از طرف زندانیا. خب آقای آشوق، صدات بلند کرد آشوق، بفرمایید. آقای آشوق، آیا تمام اینایی که اشاره کردین به دستور آوایی انجام میشد؟ آوایی اون موقع دادستان کجا بود؟ بله، آقای آوایی با برادرش اینا کوردیناتور به اصطلاح گرداننده این فجایع زندان یونسکو و شمال خوزستان بودن، چون برادرش از سال 58 تا سال 60 فرمانده سپاه بود و ایشون هم آقای آوایی هم بود. اینا یک کمیته‌ای داشتن، کمیته‌ای به اصطلاح خودشو تصمیم گرفتن چه کسایی اعدام بشن چه کسایی نشن، و به همین خاطر شیوخ عرب و عربی که مال شوشو منطقه بودن اعدام شدن، یه سری افرادی که ارتباطاتی داشتن با ساواک یا اصلا خبرچین ساواک بودن، کاری هم نبودن، اینا ترسیده بودن، اینا فرار نکرده بودن، فکر کرده بودن که جرمی نکردن، اینا رو میگرفتن میوردن اعدام میکردن. از جمله هم آقای خانجان بود، از یکی از شهرک‌ها که برای محافظت مناطق مرزی بود. بعد یه تعدادی دیگه افراد چیزی بودن که به عنوان چاقوکش و به اصطلاح لاتا و مواد فروش و لوادکار، اینا از تو شهر میگرفتن، که البته روابطی هم با خود پاسدارا مشکلاتی هم داشته بودن قبلش، اینا رو میگرفتن میوردن اعدام میکردن تا سال 60. ولی وقتی که ما دیگه دستگیر شدیم، قبل از ما یک گروه دیگه بود به اسم مهاجرین خلق، اینا یه نزدیکی هایی با عقاید مجاهدین خلق داشتن که اینا همه دستگیر کردن، 5-6 نفر بودن بردنش و اهواز و همه رو اعدام کردن، توسط همین آوایی و برادرش دستگیر شدن. بعد از این جریان که ما رسیدیم وارد سلول شدیم، خودیگه مدیریت زندان کسی نبود بجز آوایی که هم زندان اداره میکرد، هم دادگاه رو و تمام پرونده و احکامی که صادر میشد به وسیله عرض آوایی بود. یعنی کسی غیر از او نبود. که مال چه سالیه؟ مال سال 60، از سال 59 تا سال 62. یعنی تمام این احکام اون دوره که از توسط آوایی صادر شد. بله بفرمایید، ببخشید. بله، بعد وقتی که ما تو سلول بودیم، تعدادی از بچه‌هایی که از بند آوردن اینا رو برده بودن توی منطقه پلاژ جاده رودخانه دز، یه منطقه داره بالای دسفول بهش میگن چمگلک، تو پلاژ اینا رو برده بودن به زندان‌های چیز اعدام‌های مصنوعی کرده بودن، که آورده بودنش بیشترش رو دیوانش، اصلا مشکلات روحی روانی وحشتناکی داشتن. یعنی که از جمله همین آقای تعدادش آقای رحیمخانی، یکیش آقای رحیمخانی بود، یکیش کورش رحیمخانی بود، یکیش یه تعدادی دیگه هم بودن که اینا همشون بدن هم تعدادش همشون اعدام شدن تقریبا، یه دو سه تاش زنده مونده. بعد سال 67 که شما فرمودین، سال 67 که شما فرمودین از وارد سلول انفرادی شدین، شما رو بار دوم سال 65 گرفتن، درسته؟ و از سال 67 فرمودین که وارد سلول انفرادی شدین، که من حرفتون رو قطع کردم، ببخشید. بفرمایید باشه.
سال 65 یعنی مستقیم دیگه وارد سلول شدیم، اصلا وارد بند و اینا نشدیم. اینا فقط اون یک ماه آخره که قرار بود حکم اعدام صادر کرده بودن، اون جریان دیگه بود. منتها ما کلا سال 60 تا 62 یه فجایعی دیدیم که در جلوی محوطه زندان در خود زندان اتفاق می افتاد. بچه های کوچک مثل آقای زنگویی و آقای گلالزاده و آقای حسینی و چند تا دیگه هم بودن که الان اسماشون خدمت رو شاید بگم. اینا بینم، این آقای منوچهر نظری بود، مسعود والیزاده بود 16 ساله بود، ضیا رکنی بود، فرزانه اکبری از سازمان چریکهای فدایی بود. اینا همه جلوی ما هم و جلوی سلولای اعدام کردن. که توی موردش من به بچه‌ها یک دو نفر پیشم بود، یعنی سه نفر بودن، گفتم بهشون من امروز میخوام نگاه بکنم ببینم اینا کیان که اینا رو اعدام میکنن و این افراد کی هستن. که بچه‌ها ترسیدن، من گفتم بزن زیر پا من، پامو بلند کردن. دو سه تاشو الان هست، فقط به خاطر مسائل امنیتی من مطرح نمی‌کنم اسمشون، ولی اینا بلند کردن. منو از پنجره قشنگ نگاه کردم که دیدم آقای سالمی، آقای کفشیری، آقای علی خلف، آقای هردوانه و خلف رضایی هنوز سال 60 بودش، یعنی اونجا حضور داشتن همشون. بعد هرچی گفتن بیا پایین الان مشکل ایجاد میشه، درگیر میشن، منم گفتم بذار خوب نگاه کنم. خوب نگاه کردم که این بچه ها رو شلیک میکردن به درخت ها، بسته بودن به درخت ها و شلیک میکردن به درخت ها. این بچه های کوچک رو اعدام کردن که بعد اونا هم من بلند کردم، اونا هم نگاه کردن، اونا همشو دیدن، یعنی همشون دیدن دو سه تاشون که چه فاجعه ای اتفاق افتاد اونجا. که بعدن این درختان هم بریدن و به خاطر اینکه واقعا ما صبح زود میرفتیم بدن انسان ها توی درخت ها بود، درخت های بید بلندی هم بودن که اصلا چیز بود. بعد از اون جریان دوباره همینطوری که چیز بود، خب ما جدامون کردن. دوباره من با آقای جهانگیری، مهندس جهانگیری مسئول بنیاد مسکن بود، مهندس روشن مسئول سازمان ها بود، تو ستامونو گذاشتن توی یه سلول، یه مونیم تو همون سلول مطالعه میکردیم، فلان میکردیم. بعد گفتن شما آیت الله بدون امامه هستید و فلان. خلاصه گفتن شما آیت الله برقعی بدون امامه هستین. آره، بعد چون ما مسائل مطالب قرآن 4-5 بار خوندیم، اصلا معنیاشو خوندیم، اصلا ببینیم چی توش هست. چون بله گفتیم والا پدرامو گفتن مسلمانی دیگه اینطوری بود. بعد یه روز آقا ریختن اصلا 20 شاید 20 نفر که نه، ولی 10 نفر پاسدار شاید بود، ریختن رو ما همینطور بزن توسل ما رو میزدن با بهانه این که مثلا در پنجره باز بوده فلان بوده. ولی این دستوری که بود از دقیقاً تو زندان اوین هم اجرا شده بود و اینا هم اونجا پیاده میکرد، یعنی تمام دستوراتی که لاجوردی تو زندان اوین اجرا میکرد، این در یونسکو هم بود، یه هفته بعد یا 10 روز بعدش اجرا میشد. بعد این جریان ادامه داشت تا یه مدتی دوباره ادامه داشت. بعد یکی جهانگیر، مهندس جهانگیری رو بردن سلول بغلی که خلف رضایی بازجو، سربازجوی رسفور بود که گفته بود به علی محمد جهانگیری که ما تو رو میکشیم، نمیذاریم بری بیرون. یعنی همه رو گفته بود که همه تو رو میکشیم، نمیذاریم بری بیرون. بعد ولی مخصوصا به علی محمد گفته بود که ما توی یکی از روزا متوجه شدیم که یه دفعه به شلیک یه نفر پشت بام زندان شلیک کرد به تو سلول، که اونم علی محمد زد. اونم با داد و فریاد همه متوجه شدیم که گلوله به صورت علی محمد زده بود از توی چیز پنجره سلول و خوشبختانه کشته نشد. ولی بعد گفتن که آره اشتباه شده، نمیشه، یه توجیه کردن این موضوع را و این فاجعه بود. بعد چه شد سرنوشت جهانگیری که با تیر زدن تو صورتش توی زندان؟ بله، آقای جهانگیری سه سال زندان بود. بعد از سه سال که آزادش کردن دوباره دستگیر شد، دوباره الان هم تو فکر کنم الان روزا هم تو زندان باشه، دوباره دستگیر شده. چون رفته بود یه کتابخونه باز کرده، کتاب میفروشه و کارهای فرهنگی میکنه اینا. البته جرمش هم مربوط به آرمان مستضعفین بود و مشکلی هم نداشت اصلا، در کار تشکیلاتی چیز هم نبود.
مونتا چون آدم روشن فکری بود و اطلاعات دقیقی از زندان اوین داشت و یه سری مطالب مذهبی رو خیلی خوب چیز میکرد، توضیح میداد و ما سالها با هم بحث داشتیم، صحبت میکردیم اصلا در مورد ماهیت این افسانه هایی که در قرآن هست و این چیزا، اونم قشنگ توضیح میداد و اینا، وارد هم بود و مطالعات زیادی هم داشت. ببینین آقای اصلا مورد همیشه بله آقای آشوق، معذرت میخوام، من با توجه به میدونم که سینه ها سخن دارین و متاسفانه ما باید تنظیم کنیم در این وقت برنامه. بله ببینید، قبل از اینکه ماجرای فرارتون رو بگین و نجاتتون رو بگین، بفرمایید که من اسم یکی دو تا رو گفتم، اون سالمیر که شما اشاره کردین و اینا رو من گفتم، ولی خب میخوام ببینم که تعداد کسایی که چه کسایی بودن، اینایی که جنایتکاران در واقع اصلی حلقه اصلی نزدیک به آبایی، علیرضا آبایی در زندان یونسکو. شما تو حرفتون اشاره کردین به کفشیری، خلف رضایی، علی خلف، هر دوانه که فکر میکنم رئیس زندان بود، زندانبان بود. بفرمایید، خواهش میکنم. بله اینو میدونین، آقای آبایی که دادستان بود، بعد اکثرا یعنی از نگهبانی شروع کردن، نگهبانی زندان و بعد بازجو شدن، بعد بازپرس شدن، بعد سربازو، بعد تا به قاضی هم رسیدن. یعنی آقای خلف رضایی یکی از کسایی بود، قرآن رضا خلف رضایی یکی از کسانی بود که اصلا دو بار منو فقط به خاطر اینکه تو چرا کتاب مارکسیستی خوندی، چرا کتاب این کتاب خوندی، این خلف رضایی یکی از افرادی که تاریخ جنوب ایران، تاریخ زندان یونسکو و تاریخی که مردم میدونن فراموش نمیکنن، چون شدت عملی که این آقا جزء گروه منصورون روز سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود و به شدت برخورد میکنه، حالا تو جرمی کرده باشی یا نکرده باشی. الان میدونین چه کار از خلف رضایی؟ بله؟ الان میدونین چه کار از خلف رضایی؟ الان جزء هیئت شورای عالی قضایی هست، توی وزارت توی شورای عالی قضایی سمتی داره، به عنوان مشاور عالی شورای قضایی هست. این چیزی. خب بفرمایید. بله بقیه رو بفرمایید. بله این یکی از واقعا از دشخیمان زندان یونسکو است که هیچ زندانی و هیچ فرد عادی اینو فراموش نمیکنه. این سواد هم نداشت، یعنی کلاس هفتم دبیرستان بود و فقط قبل انقلاب دستگیر شد و بعد شد بخشدار شوش. مردم شوش با این خلف رضایی عامل نارضایی افتادن دنبالش، فرار کرد از شوش، بعد این با همون عقده‌ای که داشت به شدت با ما برخورد میکرد و اصلا هیچ دلیلش هم نمیدونستیم چی هست. یکی دیگه هم شمس الدین که البته بعدن شد دادستان کردستان، شد دادستان اردبیل، شد دادستان مرکزی، شد بعد کشوندنش تهران، که البته اینم به همون باندبازی خودشون مربوط بود. بعد شمس الدین کاظمی بود، شمس الدین حسن کاظمی که خودش هم سید معروفی کرده بود، که ایشون هم از تمام مراحل از سال 560 تا سال 67 و بعد از اون که زناکاری کرد و بعد به خانواده های بعضی زندانیان عادی تعرض کرده بود اینا، که بعد زندان شد و بعد فراریش دادن، الان متواری هست و در تهران یعنی توی بقالی کار میکنه. ولی اینشون، این شمس الدین کاظمی تا مرحله آخر اعدام های سال 67 با خود من مستقیما درگیر بود، یعنی هم بازجو بود، هم بازپرس بود و هم در هیئت مرگ شرکت کرد. بعد خود محمد حسین احمدی هم که یکی خود داستانش صحبت کردید، ایشون این آخوند عراقی بود و بچه بود، 23 سالش بود اصلا که وارد چیز شد، وقتی که ما رو محاکمه کرد 25-6 ساله بود و بعد که اصلا فارسی هم زیاد بلد نبود و تمام موقعی که ما رو شلاق اعترافی به من می‌زدن، من دستور می‌دادم منو می‌بردن پیش این آقا. بله ایشون، آقای آبایی پیش ایشون نشسته بود. من در این 8 باری که با آقای آبایی برخورد داشتم، 6 بارش پیش همین احمدی بود که وقتی منو می‌بردن اونجا آبایی نشسته بود و یه آقای احمدی هم نشسته، همون دم در فقط یک سوال حرف می‌زد، این صحبت کرده یا نه، میگفتن نه، میگفت ادامه بدید، ضرب حتی الموت، یعنی قول میدادن
من تو قسمتی زیرزمین زندان یه منطقه بود به اسم اتاق تعزیر یا تمشیت و سا. بعد اینا اونجا می بردن 40 ضربه شلاق اعترافی می زدن، کفشیری می زد، 4 تا 5 تا پاسدار بود، با کاظمی هم، همین کاظمی هم اونجا حضور داشت که بلند میکرد پیرن من وقتی که خون فوران میکرد روی اون نیمکت، میومد پیرنم رو بلند میکرد میگفت که محمد رضایی خون برام مریم و مسعود رجویه. میگفتمش بابا من چه کار کردم؟ اینا پارچه میچپندن توی دهن من، دستامو میبستن زیر میز. بعد همین کاظمی می اومد و همین شلاق میزد، بعد میگفت بیست، می ایستادن دوباره ادامه میدادن، می ایستادن ادامه میدادن، یعنی یه دفعه نمیزد. بعد سوالم میکرد که پاهم هم یا میبستن یا با دست میگرفتن، که وحشتناک بود، یعنی آتش از دهن آدم در می اومد. این شمس‌الدین کاظمی که بعدا خودش هم توسط فامیل آوایی یا خود آوایی از زندان دیسفول فراری داده شد و الان هم متواری هست. بعد یکیش هم خود چیز بود، هردوانه بود، رئیس زندان که این بازجو هم بود، نگهبان بود، بازجو بود، بعد بازچیز شد، بعد شد رئیس زندان، که اینم توی قسمت باغ سعادتی و قسمت زندان یونسکو رفت آمد میکرد. باغ سعادتی یه زندانی بود که زنان میبردن اونجا، یه تعدادشون هم قبل از اعدام سال 60 اینا بهش تجاوز کرده بودن که گفتن دستور منتظری بوده، ولی معلوم هم نبود جزئیاتش چون هنوز پوشیده است و اسنادش هنوز چیز نشده، ولی زنان هم در اونجا در خود باغ سعادتی توسط همین اردوانه به شدت شکنجه شده بودن، چون آدم باسوادی هم نبود اینا. بعد یکیش هم آقای نعمت الله کفشیری بود که این شخص اصلا از همون نگهبانی که شروع کرد بعد شد، خب شکنجهگر شد، بعدش هم زیاد در کار بازجویی نبود، بعد شد فرمانده سپاه دیسفول با همون کارهایی که کرد و تمام تیر خلاص ها، تمام تیرهای خلاص و تمام شلاق هایی که می زدن اکثریتش توسط همین نعمت الله کفشیری بود، چون ایشون انظر جسه هم چیز بود، یکم جسه اش قوی تر بود و این خاطر بچه های کوچه به شدت وحشت می کردن ایشون. اون الان کجاست؟ بازندانی و سیاسی هم داری. آقای آشوق اون کفشیری الان میگن بین اهواز و دسفول هست، یعنی یه خونه هم خریدن اهواز، بیشترشون خونه خریدن اهواز، چون اهواز یه سازمان آموزشی چیز هم داره، سپاه داره، از بازنشسته ها استفاده میکنه، یا اینایی که جونش در خطر هست چیز هست میبرن اونجا. و این کفشیری فامیلاش هم در دسفول هستن، خودش هم دسفولی هست، بین دسفول اهواز زندگی. از کسایی که جونشون در خطره استفاده میکنه، منظورتون چیه؟ نه از نظر امنیتی اینا، اینایی که جنایات وحشتناکی کردن، خب اینا هم استفاده ازشون میکنن، خونه های سازمانی بهشون دادن تو مناطق اهواز. منظورتون همین بازجوها و همین کسانی است که شما دارین صحبت میکنین درباره شون؟ بله. ببینین آیا آشوق این اگر کسی دیگه ای هست بفرمایید، ما یه چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، بفرمایید که من سوال بعدی رو ازتون بکنم اگر کسی دیگه ای هست. خواهش میکنم. بله خواهش میکنم. یکی آقای حبیب بلوایه بود، که آقای گندمی بود، اینا همه شون، علی نادی خلف بود، عبدالحسین دیجی بود، عبدالرضا سالمی بود، بعد توسلی بود، بعد خود یکی دیگه شو به اسم نداف بود که اونم بازجو بود، بعد دستگیر شد، در 8 سال زندان بشتن به جرم تریاک فروشی در آذربایجان، چون و خیلی هم و اخراج شد، اموالش مصادره شدن، که اینا همه فعال بودن در خود، همکارای آوایی بودن و هیچ دست کمی از خود آوایی نداشتن. آقای آشوق معذرت میخوام، آقای آشوق شما در اون جلسه هیئت مرگ که آوایی هم حضور داشت و به شما حکم اعدام دادن، اینو خواهش میکنم مختصر توضیح بفرمایید. میخوام ببینم رویارویتون با روبرو شدنتون با آوایی چگونه بود. بله روز شنبه بود، 8 مرداد ماه، که به ما گفتن که امروز هیئت مرگ، هیئت عفو میاد، ما رو بردن به صف کردن، حدود 100 نفر یا کمتر یا بیشتر بودیم، صف طولانی بود، یعنی تمام زندان به صف شده بودن، بعد ما رو بردن دم دفتر زندان که اونجا
ما به صورت 8 نفری چون اون وقت که من دیدم 8 نفر بودیم، ممکن صفای بعدی 7 نفر یا 6 نفر بوده باشن، که بعد بردن ما اونجا نشستیم روی نیمکت، چشای ما هم بسته بودن، بعد نفر به نفر چشمندمون بردیم بالا نگاه میکردیم که این کسایی که روم جلومون نشسته بودن کی هستن، و یکی به یکی سوال کردن. نوبت منم که رسید، من اسممو پرسید، گفت چشمند بلند کن، چشمند من آوردم بالا نگاه کردم که دیدم آقای آوایی نشسته، آقای محمد حسین احمدی نشسته، این حاکم شهر و کاظمی نشسته بود، کفشیری حضور داشت، سالمی حضور داشت و یه نفر دیگه مامور اطلاعاتی نشسته بود، من نمیشناختمش، و یه آخوند دیگه هم نشسته بود و تعداد چند تا پاسدار دیگه هم پشت سر اونا ایستاده بودن، که من از من سوال کرد که نوبت من که شد از من سوال کرد که شما آیا شما مسلمانید؟ من گفتم بله، من پدرم گفته شما مسلمانید. بعد گفت پدرت گفته؟ گفتم بله. بعد گفت که الان اگر کسی به کشور ما حمله کنه شما حاضرید باش بجنگید؟ گفتم بله حاج آقا، من الان زندانی دارم و حکم زندانی دارم و زندان کشیدم، الان تو زندانم، ولی اگه کسی به ما کشور ما حمله کنه من از کشورم دفاع میکنم. تو جنگ هم همینجور بوده. بعد گفت خب نه، شما اصلا مأمور اطلاعات دوباره سوال کرد، گفت که شما مسلمانید، برای اسلام می جنگید اگر لازم باشه؟ گفتم آره اگر اسلام، حالا اسلام نمیدونم چطوری است که شما صحبت میکنید. گفت که نه، ما الان به ما حمله شده در کرمانشاه، بعد تو هم میگی مسلمانم، تو حاضری الان به جنگی اینا؟ بعد گفت که نه، الان تو اصلا تو الان میگی من مسلمانم. گفتم حالا من پدرم گفته مسلمانم، که مسلمانم. بعد گفت که نه، تو الان میتونی حاضری بری الان رومین برا اسلام؟ گفت من مسلمان نشده تا گفتم مسلمان تو برم رومین، کی آخه میره رومین؟ به همین صورت بهش گفتم. بعد اونجا درگیری شد بین خود حاکم شهر و همین مامور اطلاعات که از نحوه سوال خودشون پشیمون شده بودن. بعد گفت که حالا نه، کاری با این نداریم، ولی تو الان مجاهدین حمله کردن در کرمانشاه، حاضری الان بری با اینا بجنگی؟ که گفتمش ببین، من الان حکم زندانی دارم و نمیرم با کسی بجنگم. و همین شد. و گفت که اسمش بذار تو اون لیست. دو تا لیست جلوش بود، جلوش دو تا لیست بودن، دو تا کاغذ بود که اسمت مینیمش، اسم ما نمیش دود اعدام. آیا آشو که همین دو دقیقه وقت داریم؟ بله. دو دقیقه وقت داریم. خواهش میکنم بگین اینجا به شما حکم اعدام دادن، تو این دو دقیقه خواهش میکنم مختصر بگین که چگونه فرار کردیم. بله، بعد خود دیگه ما رفتیم برگردوننمون توی بند و همه زندانیا برگشتن. فردا صبح گفتن امروز میخوام بریم تو اهواز، که بعد از ظهر ساعت 5 و 6 بود اومدن ما رو بردن تو دفتر زندان با ساکا جمع کرده با چشمند، گفتن ساکانو بذارید زمین. من تو همون راه رو نگاه کردم، یه تعداد زیادی ساک دیدم توی چمن افتاده بود، تعجب کردم ولی هیچی نگفتم. بعد رفتیم تو دفتر زندان، گفتن ساکانو بذارید همین تو دفتر زندان، که من همون دفتر زندان ساکانو گذاشتیم. بعد نوبتی می اومدن افراد می بردن. نوبت من که رسید، بعد آقای همین کاظمی، شمس الدین کاظمی اومد منو برد نشوندم توی جای بغل دیوار، یه اتاق کوچکی بود. بعد گفت همینجا وصیت نامه تو بنویس، حاکم شهر دستور ده شما اعدام هستید. منم قبول نکردم اونجا، گفتم من باید اصلا به چه دلیلی، به چه چیزی، من نمی نویستم اینا. خلاصه بعد 10 دقیقه گفت 10 دقیقه فرصت داری. بعد اومدن، بعد 10 دقیقه ننوشتم. بعد اومدن یخه می گرفتن بکش دستان بستن و چشان بستن، دوباره بردنم که تو محوط نشستیم. اونجا دیدم یه دفعه شاید پنج صف یا شش صف ده نفری اینطوری نشسته بودن، یه جمعیت زیادی. بعد اون رو نگاه کردم، دو تا مینیبوس آبی بود، دو تا لانکروش بود، دو تا جیپ بودن، دو تا آمبولانس بود، ایستاده بودن همه ردیف. بعد یه تعداد زیادی هم پاسدار سرپا ایستاده بود، که دیگه ما تا ساعت 7-8 اونجا ایستاده بودیم، که بعدن ما رو سوار ماشین کردن بردن، گفتن میخوا ببریم تو چیز اهواز. بعد دیگه همینطور هر کاری که میخواستم کنم طولش میدادن تا همه دیگه وصیت نامه نوشتن همه این چیزا. دیگه سوار مینیبوس همون کردن،
شب بود دیگه، فرصتمون تمومه ها، فرصتمون تمومه. بله؟ 20 ثانیه وقتمون تمومه، 20 ثانیه بگین که چجوری در رفتیم. خواهش می‌کنم. من دیگه تو مینیبوس موقعی که قوس کردیم توی پادگان کرخه، امینی که بر طرف میدان تیر می‌خواستن ببرن، من از اونجا خودم از مینیبوس انداختم بیرون و توی زد و خوردی که شده بود در خود حمام، در همون حمام که قوس می‌کردیم، خودم از مینیبوس انداختم بیرون و از پادگان فرار کردم و از رود کرخه عبور کردم، رفتم به سمت کوههای شمال جاده دهلوران و از اونجا دیگه تونستم. و شما تنها کسی بودین که تونستین فرار کنین از اعدام؟ دقیقاً چون شرایط اونا جوری بود که اصلا امکانش نبود. یعنی من به خاطر اینکه زده خوردی که توی حمام شد و دستام شل شدن، تونستم دستامو توی مینیبوس باز کنم و خودم از مینیبوس پرت کنم بیرون. و بسیار از شما سپاسگزارم. این خاطر هیچ وقت یادم نمیره. و حالا برنامه های دیگری خواهیم داشت. شبتون بخیر در هلند. بله، اون آقای آشو فرار کردن، زندگی ادامه دارد. پرده آخر. الان تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده، یک دلیل اصلی بیشتر نداره، معصیت بالاست. ما به قرآن اعتقاد داریم یا نداریم؟ حرف قرآن اینه، میگه اگر در قریه‌ای، در مدینه‌ای، در شهری، در روستایی مردم ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، از آسمان و زمین برکات رو برشون نازل میکنیم. طرح‌های هواشناسی، مسائل محیط زیست اگر جواب میداد، آمریکا امروز دو سومش در خشکسالی وحشتناکی به سر نمی برد. خیلی خری. شب و روزگار خوش.